به نام خداوند بخشنده و مهربان، با تقدیم سلام به یک از دیگر از ویدیوهای چینل جنرال پلاس خوش آمدید. سلام وطندار. طالبان با CBC یا در حکومت سهیم می شیم یا افغانستان را تصرف می کنیم. یکی از اعضای ارشد هیئت گفتگو کننده طالبان به شبکه CBC گفته است که نظام کنونی افغانستان کاملا فاسد و ناتوان است و ایجاد یک حکومت ائتلافی با کشتی در حال غرق حکومت محمد اشرف غنی طالبان را نیز غرق خواهد کرد. این عضو ارشد گروه طالبان گفته است حالا نوبت طالبان است. رژیم طالبان را برای 3 تا 5 سال به طالبان واگذار کنید. طالبان با جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده همکاری می کند. ما ثابت می سازیم همان طور که یک دشمن سرسخت بودیم، در آینده یک همکار سوال و قابل اعتماد خواهیم بود. عباس استانکزای معاون رئیس هیئت گفتگو کننده طالبان در مصاحبه جداگانه با CBC گفت، تاکید کرده است که جامعه جهانی نباید عصبانی باشد. او گفته است در آزای برخورد با طالبان به عنوان یک نهاد سیاسی مشروع در افغانستان، ما این بار خواب زایر شده و در برابر قوانین بین‌المللی بیشتر مسئول خواهیم بود. عضو ارشد هیئت گفتگو کننده طالبان که نخواست نام از آورده شود گفته که رژیم پیشین طالبان که در سال 2001 با حمله بر افغانستان سرنگون شد بی تجربه بود و به همین دلیل از سوی کشورهای جهان پذیرفتن نشد و این امر سبب فاصله جامعه جهانی از این گروه شد. یک عضو دیگر طالبان نیز گفته است که به این گروه در نظام باید سهم مفید داده شود. او خواستار 5 وزارت کلیدی در حکومت آینده برای این گروه شده و افزوده که جنگجویان طالبان در قالب نیروهای امنیتی ملی افغانستان مدغم شوند و همه اینها باید زیر چتر یک دولت اسلامی باشد. او در این مصاحبه گفته است که این گروه حالا مخالف کار زنان در حکومت نیست و به گروه ها و اقلیت های مذهبی نیز در حکومت نقش خواهد داد. طالبان همواره تاکید کردند که این گروه زنان را به عنوان نخست وزیر و عضو دادگاه عالی نمیپذیرند. با شروع گفتگوهای صلح، زنان افغانستان پیوسته اعتراض کردند که مبادا دستاوردهای آنان در این مذاکرات به هدر برود. عضو گفتگو کننده طالبان به شبکه CBC گفته است طالبان در افغانستان یک واقعیتند. تنها طالبان می توانند این جنگ را پایان داده و ثبات را به افغانستان برگردانند. طالبان از جنگ خسته شدند، اما فداکاری های 20 ساله گذشته را هدر نخواهند داد. این گروه بدون نتیجه میدان را خالی نخواهد کرد. او در این مصاحبه تاکید کرده که در حال حاضر حکومت های امریکا و افغانستان طرح بی ندارد و تنها طالبان هستند که دارای طرحهای A و B است. طرح A ما رای حل سیاسی صلح آمیز است و طرح B ما قطعا تصرف افغانستان با نیروی نظامی اگر گفتگو به بنبست بخورد. ایالات متحده تنها چند گزینه در اختیار دارد. اگر طالبان میز مذاکره را ترک کنند و جنگ خود را علیه نیروهای افغانستانی و حامیان خارجی آنها از سر بگیرند، فرماندهان نظامی آمریکا ممکن از رئیس جمهور ترامپ بخواهند که روند خروج را متوقف کرده یا حتی عقب نشینی مدام نیروهای آمریکایی در این کشور را برعکس سازد. یکی از وزیران پیشین طالبان گفته است در وضعیت کنونی طالبان دست بالا دارند و ما میدانیم که چگونه این وضعیت را به نفع طالبان سوق دهیم. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری با بازنشر گزارش شبکه CBC گفته که دیدگاه‌های همیشگی طالبان برای گرفتن مسئولیت ارتش در افغانستان خلاف روحیه فعلی صلح است. سخنگوی ریاست جمهوری چهارشنبه 26 سنبله در واکنش به گفته های اعضای ارشد طالبان به شبکه CBC در تویتر نگاشته است این موضوع کاملا یک موضوع ناامید کننده و ناگوار برای مردم افغانستان و جامعه جهانی است. همچنان طالبان: تا زمانی که به علتهای جنگ پرداختن نشود آتش بس نمی کنیم. محمد نهیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه یک گفتگوی تلویزیونی با تولونیوز می گوید تا هنگامی که مذاکره کنندگان درباره علتهای جنگ به توافق نرسند این گروه آتش بس نخواهد کرد. با گزارش اسپوتنیک به نقل از تولونیوز او می گوید که همزمان با آغاز ابتدایی مذاکرات صلح طالبان خشونت ها را کاهش دادند. او حکومت را متهم می سازد که عملیات های تهاجمی را متوقف نکرده است. او در این باره گفت این معقول نیست که جنگ 20 ساله در یک ساعت به پایان برسد. منطقی به نظر ما این است که
اسباب با مشکلاتی که همین جنگ را به میان آورده است سر آنها بس شود و از بین برده شود. پس آنها آتش بس نهایی شود و مشکل به صورت نهایی به پایان برسد. فرض کنید که اگر ما امروز آتش بس کردیم، فردا در سیر میز مذاکره به توافق نرسیدیم، آیا دوباره با جنگ شروع میکنیم؟ به چی معنی؟ سخنگوی طالبان در ادامه سخنانش درباره نظام آینده افغانستان میگوید که طالبان یک نظام اسلامی را میخواهند که در آن ارزش‌های مردم کشور تعریف شود. یک هدف ما این بود اشغال افغانستان به پایان برسد و یکی دیگر این بود که نظام واقعی اسلامی که پاسخگو به مردم باشد، به ملت باشد، به میان بیاید. محمد نعیم وردک می‌افزاید که مذاکرات صلح میان افغانان با فراز و فرودهای فراوان روبرو خواهد شد، اما درباره رسیدن به یک صلح همیشگی خوشبین است. به یک اراده قوی و عزم مستحکم وارد این پروسه شدیم و این تصمیم ماست که این مشکل نهایتاً به پایان برسیم. پروسه ملغ است و پیچیدگی هایی دارد، اما امیدوار هستیم که مشکلات به صورت مسلسل به پایان برسد. با این حال ایدهای مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در دوحه سرگرم نهایی سازی طرز عمل و شیوه های پیبرد مذاکرات میان افغانان هستند. شبکه اقوانی در کجای روند سال قرار دارد؟ علی موسوی، خبرگزاری افاق. امریکا روی کاغذ شبکه اقوانی را یک جریان تروریستی می داند و رهبران آن را تحریم کرده است، اما وقت سخن اصول با طالبان به میان میاد، کس از شبکه اقوانی نام نمی برد. این در حال است که شبکه اقوانی متحد و بازوی نظامی گروه طالبان محسوب می شود و در سالهای گذشته نیز ماشین اصلی ترور طالبان از سوی این نیرو هدایت و رهبری می شده است. بر این اساس پیام صلح هم قرار است متحد به لزوم با شبکه اقوانی باشد، زیرا ماشین اصلی جنگ با طالبان در افغانستان با موتور این شبکه عمل می کند. این نخستین بار نیست که شبکه اقوانی بعد از داشتن در خشونت‌های مرگبار و ترورهای هدفمند در افغانستان متهم می شود. این اعتماد صفراً به سالهای قبل از آغاز رسمی مذاکرات امریکا و طالبان در امضای پیمان صلح میان آنها هم محدود نمی شود، بلکه پس از امضای توافق دوحه نیز استثمار یافته است. این نشان می دهد که صلح مشکلات پرشمارش بسیار پیچیده تر از آن است که به نظر می آید، اما شاید در میان همه مشکلات بزرگترین آن موجودیت نیروهای به نام شبکه اقوانی باشد. شبکه اقوانی اما با وجود آن همه امتیازات صلح میان امریکا و طالبان بهره‌مند شده که عمده‌ترین آنها عدم حمله نیروهای خارجی بر جنگجویان طالبان هستند. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب نمایید.